قومگرایی و تعصب ممنوع. اگر افغانستان با قومگرایی تعصب و انحصار آباد شدنی بود، اکنون پیشرفته ترین کشور دنیا بودیم. خوشحال سعادت، معین وزارت داخله در زمان اشرف غنی احمدزی و یکی از دوردانه های رئیس جمهور فراری کشور، در تازه ترین اظهاراتش عامل بدبختی افغانستان اقوام غیر پشتون را معرفی کرده است. به نام خدا، سلام بر شما دوستان عزیز. امیدوار هستم هر جا که هستین صحتمند و سرحال باشین. امروز 13 قوس است و 4 دسامبر. قطعا جمع مخاطبای ما هم از اقوام هزاره هستم، پشتون هستم، تاجیک هستم، ازبک هستم، سادات هستم، از قزلباش و اقوام دیگه ای که در افغانستان هستن و حتی اهل هنود. یک نکته را برای دوستان میگم که من همیشه وقتم گفتیم قومگرایی ممنوع، قومگرایی عامل بدبختی است. و ما یک وقتایی که از یک فرد نام میگیریم، خیلی ها میگه که تو قومگرایی میکنی، در حالی که ما از فرد نام میگیریم. امروز هم یکی از جنرالای معروف افغانستان، چند گپ مهمش هم برای شما دوستان از بخونیش میگیرم که شما در بک‌گراند هم اکثر میبینید. خوشحال سعادت از جنرالای بسیار نزدیکی آقای غنی و از جنرالایی که همون تو پلاستیکی جنرال شد، با واسطه حضور جنرال شد، حالا دیدگاه خود در دانشگاه کمبریج پیرامون مسائل سقوط نظام در افغانستان و اینکه افغانستان چرا یوم البدتر تجربه کرد و یوم البهتر تجربه نکرد. ای آدم چند نکته عجیب گفت. اول گفته که در زمان حکومت کرزی عدالت قربانی شد. اینو بسیار دقت بکنید، زیرا او جنگ سالاران را وارد کابینه کرد و قبیله پشتون به حاشیه رفت. یعنی کل جنگ سالار است جز ما پشتون ها که فرشته خدا بودیم و ما هم احساس حقارت کردیم، تحقیر شدیم. و نکته دیگه، دلیل نخست سقوط جمهوریت هم حضور جنگ سالاران و فساد مالی رهبران جهادی در 20 سال گذشته بود. مسئله دیگه، نبود پشتون ها در لایه های قدرت در 20 سال پسین دلیل دوم سقوط حکومت اشرف غنی بود. بیشترین افراد فاسد مارشال دوستم و عطا محمد نور بود. رهبران ائتلاف شمال بیشترین پول را دزدی کردند. این گپا بسیار بسیار برای من دردآور بود. من یک نکتهش را تایید میکنم و او ای که رهبران جهادی افغانستان بسیار زیاد فساد کردند. این را قبول دارم. خشخوری کردن، قومگرایی کردن، واسطه بازی کردن، دزدی کردن، همه گپای پیرامون از اینا هست که لازم نیست همهشان را تک تک بیان بکنم. اما اکثر گپای دیگه از این آدم بسیار بسیار شیندار هست. یعنی زمانی که ما میاییم یک قوم فرشته عنوان میکنیم و دیگرها را کلن بد میکشیم و ای که اگر اقوام دیگه در افغانستان در قدرت سهم بود ما بگیم پشتونهای احساسی که قارت کرد، این به چی معنی هست؟ آقای خوشحال سعادت آدمی هست که تحصیلات عالی هم داره، در پست های بلندی حکومتی هم کار کرده. اما متاسفانه آقای خوشحال سعادت در بحث های مختلف که کار کرده، به شدت هم خودش در اون زمان قومی کار کرده. یک زمان 90 نفر از اقوام غیر پشتون منفک کرد، فکرم تصدی آما بود کجا بودم ریاستی بودن که من 5-6 نفر از دوستای شخصی خودم که در فیسبوک هم هستن، امی لحظه من رو دنبال هم میکنه فیسبوک شخصی من، اینا هم در همو جمع بودن، از اقوام غیر پشتون بودن. چند نفر از بچهای غور هم همین گونه متاسفانه منفک شده بودن و جایشان کلن از برادران پشتون استخدام شده بودن. خب من نمیگم که پشتون ها در حکومت حق نداشته باشه، این گپ اشتباه هست. اگر ما بگیم پشتون در حکومت نباشه، یا تاجیک در حکومت نباشه، یا ازبک در حکومت نباشه، یا هزاره در حکومت نباشه، همه گل های نیمی سرزمین هستن و همگی باید در قدرت افغانستان سهیم باشن. ای که ما بیایم انحصار یک قوم و قدرت انحصار یک قوم در افغانستان تحمیل بکنیم، خودش تداوم جنگ هست. اگر این گونه هست بین افغانستان تقسیم بکنیم، در دو کشور برادران پشتون یک کشور مستقل خودشان بسازه که آرمان هایشان هست، دیگر هم یک کشور مستقل خودش بسازه، افغانستان هم آباد میشه، دو کشور مستقل کنار هم دیگر همسایه‌داری خوب تجربه خود کردیم و قطعا به احتمال فراوان جنگ ها هم کمتر میشن. چون متاسفانه ما در سالهای گذشته شاهد بودیم که انحصار قدرت یکی از عوامل شکست افغانستان بوده و تبعیض و تعصبی که جنرالای ما مثل جنرال سعادت در 20 سال گذشته وجود داشته در بدن نظام.
ما یک گپی جنرال سعادت فقط یک گپش تایید میکنم و او ای که در 20 سال گذشته جنگ سالاران بود که افغانستان خراب کرد. من دفاع نمیکنم رهبران هزاره، از هر کدامش از بلندترین مقامش گرفته تا پایینترینش را که خیلی ها وکیل بوده، اکثرشان خیانت کرده. من از همهش دفاع نمیکنم، آدمای خوب هم داشتیم که به گفته معروف که خاک پایشان است سرمه چشمای خود میکنن، ولی مفسد ما هزارها هم داشتیم، مفسد ما در بدنه حکومت از تاجیکو هم داشتیم، کم هم نداشتیم، زیاد داشتیم، از ازبکو هم داشتیم. محمد از کارنامه جنرال دستوم، عطا محمد نور، آقای معقیق، استاد دانش، استاد خلیلی دفاع نمیکنم، اما او طرف دیگه هم در بین اقوام پشتون همین گونه فساد پیشگان بودن، همین گونه کسانی بودن که خشخوری کردن، پارتی بازی کردن، حس بازی کردن، سمتگرایی کردن. ایره هم باید مد نظر بگیرین. وکیل هایتان، وزیر هایتان، سناتور هایتان، همه ایشان همان گونه که از دیگه اقوام در فساد غرق بودن، از شما هم در فساد غرق بودن. اما قدرت اصلی در دست برادران پشتون بود. ای که خوشحال سعادت میگه ما پشتون های احساسی حقارت کردیم، تو باید احساسی حقارت بکنی، با اینمی گفت باید احساسی حقارت بکنی که چنین اندیشه ها متاسفانه افغانستان را میبره بسته یک جهنم، یک جنگ داخلی که هر وقتی از مردم افغانستان قربانی گرفتن. تو خوشحال سعادت امروز رفت در لندن و در انگلیس و در اروپا راحت زندگی میکنی، آمده برای گروهی که قدرت در افغانستان تازه و دست گرفته لابیگری میکنه در واقع، ولی فراموش کرده که در امی افغانستان همی لحظه با این حرفهای تو همه زجر میکشن. من تنها از آن زجر نمیکشم، پشتون تو هم زجر میکشن. برو همی لحظه در کرتی سنگی برو، در پل سرخ برو، در قلب کابل برو، برو در قندهار برو، در جنوبی برو، در مشرقی برو، ببین پشتون ها در چی حالت زندگی میکنن. مردم پشتون بی ثبات مانده، اکثران متاسفانه حتی توان خواندن نوشتن نداره، دختران پشتون کاملا نتونسته در طول 20 سال گذشته در مکتب برن. عامل چی؟ چون این تفکرات قوم سالارانه و چون این تفکرات فاشیستی بوده، اینا به نفع افغانستان نیست. این حرف از دهن هر کسی که برای من شخصا خود موافقش نیستم. ما افراد خوب هم در درون پشتون ها داریم، هم در درون هزاره ها داریم، هم در درون تاجیک ها، هم در درون ازبک ها و هم در درون تمام اقوامی که در داخل افغانستان هستن. ای که آقای سعادت میگه قدرت فقط باید مال پشتون ها باشه و دیگر رو حق نداره و در طول 20 سال گذشته پشتون ها از لایه های قدرت حذف شده بودن، من نمیفهم به چی معنی هست. به گونه مثال بیشترین بازسازی در مناطق پشتونشین بوده. شما یک بار بیاین، من میگم دو ولایت هزارنشین که بیشتر هزارنشین هستن، یکی بامیان یکی دایکندی، همین دو ولایت بیارین، اگه به اندازه 10% قندهار و نینگرهار یا هلمند بازسازی شده بودن، در روی من توف کن. اصلا کرسی ریاست جمهوری را با تقلب و با همین دیدگاه قومی اشرف غنی نگرفت. نصف کابینه کلن پشتون ها نبودن، ریاست ها کلن به دست پشتون ها نبودن، گمرکات اکثران به دست پشتون ها نبودن و حتی سفیران اکثریتشان پشتون نبودن. پس پشتون ها چگونه از لایه های قدرت کنار زده شده بودن؟ این واقعا بد است. من نمیگم که پشتون چرا وزیر شده، حقش هست باید وزیر شود، حقش هست که باید برو وکیل شود، همون گونه که حق یک هزاره و یک ازبک یک تاجیک است، حق همه است. اما منکر شدن و کلی ملامتگیر انداختن به گردن دیگران اشتباه است، در حالی که قدرت دست شما بودن. اینی دید اشتباه هستن، یا دیدگاهی که حتی مثلا امروز خوشحال سعادت داره، امی دیدگاه را آقای غنی داره، اینی دیدگاه را آقای کرزی متاسفانه داره و متاسفانه در بین اقوام دیگه همین دیدگاه قومی هست. رهبران افغانستان در طول 20 سال گذشته هیچ کدامشون در قدم اول نتانستن که فراتر از امو فامیل خود فکر بکنه. خیلی اگر کلان فکر کردن در حزب خود فکر کردن و حزب خودم اگر فکر در موردش کردن فکر قومی بود و این دیدگاه بسته در بین تمام اقوام افغانستان بین رهبرانشان بودن. عامل بدبختی افغانستان ای بود. عامل بدبختی افغانستان تقرر به اصطلاح دوستای شبکه اجتماعی جیگر جنرال ها و لشمک جنرال ها بود. یک اصطلاحی بود که
من خیلی با ادبیات راحت نیستم، ولی ادبیاتی وضع که کوچه بازاری هست ولی عین واقعیت هست. بسیار دختران مقبول بدون اینکه تجربه داشته باشن اومدن جنرال شدن در بخش پالیسی و دیگه و دیگه در وزارت‌های داخله و دفاع استخدام شدن. اتفاقا از قوم ما هم بودن و من پیرامون این مسئله انتقاد کردم. همون گونه جنرال های مثل سمه سعادت یا مثلا همین خوشحال سعادت، این قسم لشمر جنرال ها بر قول دوستان شبکه های اجتماعی بودن که متاسفانه با دیدگاه قومی وارد جنگ می شدن. خوشحال سعادت جز جنرال هایی بود که با واسطه و بدون تجربه و مقام جنرالی رسید، بدون از این که زمان بگذره تجربه کسب بکنه بر اساس قانون ترفیع بکنه، ولی با واسطه و مسائل قومی و و غیره و غیره به مقام جنرالی رسید و حالا آمده چنین اظهارات رو میکنه در حالی که وظیفه تو جنگ بود، وظیفه تو دفاع از افغانستان بود، نتونستی. حالا آمده در یک دانشگاه هر چیزی که به دهنت آمد میگی و به قول معروف اما بار خود میندازی و مسئولیت خود میندازی به شانه دیگران. همگی در افغانستان دیدیم و شاهد هستیم که فساد در لایه های حکومت بود و اکثر کسایی که در یک جای رسیدن متاسفانه فساد کردن. اکثرش هم بگم، همه گیر نمیگم، استثنایی وجود داره، ولی این که میای یک جنرالی که روز خودش در رأس قدرت هم بوده میای دیدگاه قومی رو مطرح میکنه، باید همین قسم آدم ها رو اولین فردی که در دهنش میزنه باید یک پشتون باشه. کل مردم افغانستان یادتان باشه ما با این دیدگاه ها نمیتونیم به جای برسیم، با دیدگاه های قومی. یک زمان اگه ما شما نتونیم یک دیگه خود تحمل بکنیم قطعا زمین جنگ های داخلی رو فراهم کردیم. اگر این گناه هست بهترین حالت تجزیه افغانستان است. تجزیه کنید افغانستان، دو کشور بسازید، هر کس بس دارین، هر گونه حکومتی که ساختین، امارت میسازین، جمهوریت میسازین، شاهی مطلقه میسازین، دیکتاتوری میسازین، هر چی دلتان هست، پارلمانی میسازین، برین بسازین. وقت همسایگی هم دیگر تلاش کنید همسایه خوب باشین، چون متاسفانه من حس میکنم با این وضعیتی که فعلا ما میبینیم و جریان داره ما نمیتونیم وطندار خوب کنار یک دیگه خوب باشیم. ببینید این وطن چقدر زیبا هست و این زیبایی ها رو متاسفانه چنین دیدگاه های زده خراب کرده و حتی متاسفانه میتونیم آدم اعتراف بکنه که اگر نظام سقوط کرد آدمای مثل جنرال سعادت در لایه های حکومت بودن که نمیتونستن دیگه اقوام در درون حکومت تحمل بکنن و خواستن یک حکومت بالاخره شکل بگیره هرچی باد آباد مقصد پشتونا باشه و متاسفانه این عین واقعیت هست. این خیانت به کلگی هست، حتی تو با اون پشتونت خیانت کردی، به خودت خیانت کردی، به پدر و مادرت خیانت کردی که تو رو تربیت کرده، سر زحمت کشیدن. یا همدیگر تحمل کنیم یا رسما جدا شیم که بالاخره می درد رنج زیاد به یک دیگه خود تحویل ندیم. از توجه همراهتان جان سپاس. تا درود دیگر، بدرود.